سلام، وقت بخیر. مسئله که ما داریم روش کار میکنیم یه مدل تیر هست که ما فایل تحتش رو اینجا داریم و ما هدفمون اینه که ماتریس KM و C استیفنس ماس و دمپین رو استخراج بکنیم. برای این کار من اومدم سلوشن سروسته نسترن رو ران کنم. بعد اونطوری که من سرچ کردم برای اینکه بتونیم این ماتریس هایی که گفتم رو استخراج بکنیم، از یه همچین کاردی میشه استفاده کرد، XCOUT، که خروجی ماتریس ها رو به صورت خروجی DMIG توی فایل PCH به همون میده. حالا در مورد جزئیات مدل اگه بخوایم صحبت کنیم، مدلمون یه مدل تیره که از المان‌های بیم استفاده کردیم. این پی بیم پراپرتی های بیم رو به همون میده و کارد متریال رو داریم که متریالمون آلومینیوم انتخاب کردیم، خواص آلومینیوم رو بهش دادیم که مدول یانگ و ضریب پوآسون و مدول برشی همه وارد شده. بعد این قسمت هم که سی بیم هست، المان همون رو مشخص میکنه که ما 10 تا المان داریم و 11 تا گرید پوینت، که گرید پوینت همون رو مشخص کردیم. شرایط مرزی مون هم کلنفیریه که ما نود اول اومدیم 6 درجه آزادیش رو بستیم. خب بر اساس اون چیزهایی که وارد کردیم گفتم برای کارد متریال ماتریس، وقتی ما این فایل در تو رام میگیریم به همون یه فایل PCH میده که این فایله. تو فایل PCH همون ما المان های ماتریس یا همون درایه های ماتریس استیفنس رو داریم که با KAAX نشون میدن و المان های ماتریس سفتیه. بعدش درایه های ماتریس مس رو داریم که با MAAX نشون میدن، که اولش ما فقط همین دوتا رو داشتیم، ولی این K4AAX رو من خودم بید یه تغییراتی ایجاد کردم توی فایل دات همون که بتونم اینو بگیرم. طبق این داکیومنتی که اینجا داریم ما سن و دمپینگ میتونیم توی نصر معرفی کنیم، ویسکوز دمپینگ، استرکچرال دمپینگ و مودال دمپینگ. ویسکوز دمپینگ همون دمپینگی که مد نظر ماست که به سی نشونش میدیم. اینجا نوشته که میتونیم از کارد سی ویسکوز یا سی دمپ استفاده کنیم. خب من اومدم اول بذارید استرکچرال دمپینگ رو توضیح بدم. اول استرکچرال دمپینگ رو وارد کرد. اینجا گفته برای اینکه ما کلاسه سلکت کنم، برای اینکه ما بتونیم استرکچر دمپینگ رو اعمال بکنیم باید بیایم توی ماتریس توی کارد مت یه مقدار سی رو وارد کنیم. حالا بذارید توی QRG ماتریس این کارد مت رو سرچ بکنم. آره، اینجا اومده گفته که این سیکشن نهومش سیکشن جی استرکچر المنت دمپینگ کوفیشنت، برای این یه مقدار ما خودمون وارد کنیم. اگه این مقدار خالی باشه هیچ استرکچر دمپینگی که با K4AAX نشون میده توی PCH فایل بهمون نمیده، یعنی اینو نداریم اگر اون جی رو نذاریم توی کارد مت. به خاطر همین من اومدم توی کارد متوان اینجا این مقدار 13 خودم وارد کردم
بعد از اینکه اینو وارد کرده حالا میاد به همون استراکچر و دمپینگ و درای های ماتریسش رو میده. بعد قسمت بالاتر گفته که از سی ویسکوز استفاده کنید برای ویسکوز دمپینگ، همون سی که ما دنبالش هستیم. اینجا هم باز من توضیحات QRG رو که خوندم گفته که شما باید دو تا گری پوینت رو انتخاب بکنید برای که دمپینگ بین این دو تا گری پوینت اعمال بشه. و یه دونه پی ویسک داریم که حالا مقدار اون دمپینگ رو توی پی ویسک باید وارد بکنید. پی ویسک رو هم ببینید. خب توی پی ویسک گفته که شما ویسکوز دمپینگ ولیو فور اکستنشن این یونیتس آف فورس، یعنی یک مقداری برای ویسکوز دمپینگ ما خودمون باید به عنوان اینپوت بدیم به این شکل که من توی دات فایلم اومدم وارد کردم. این سی ویسکوزی که گفتم سی ویسکوز یک که پیش اینجا هست P1 این آیدنتیفیکیشنش، این مقدار همون چیزی که توی QRG دیدیم مقدار ویسکوز دمپینگ یعنی رو سی گذاشتم. بعد حالا اومدم گفتم بین گریپوند یک و دو این یک یعنی پی ویسکوز رو بده که حالا این هم من اعمال میکنم میاد به همون درایه های ماتریس ویسکوز دمپینگ رو به همون میده که رو BAAX نشون میدم. ولی خب این فکر میکنم که درست نباشه به خاطر اینکه ما داریم خودمون یک مقدار برای ویسکوز دمپینگ توی مدلمون تعیین میکنیم و بر اساس اون داریم ماتریس دمپینگ رو استخراج میکنیم، در حالی که با داشتن متریال پراپرتیز، یعنی همونجا که ما میایم مت رو همونجا که میایم کارد مت رو استفاده میکنیم، یعنی اینجا ما همه خواص آلومینیوم رو داریم، چگالیش رو داریم، شیر ماجلسش رو داریم، مدول یانگش رو داریم، پس متریال کامله و باید بتونیم دمپینگ رو یعنی همون BAAX رو بدون اینکه خودمون توی مدل تعریف بکنیم بتونیم بگیریم. و من چیزهای مختلف رو امتحان کردم و نتونستم بگیرم. سوال من اینجاست که چجوری ما میتونیم اون BAAX ها رو که درایه های ماتریس سیمون هست استخراج کنیم.
خب مهندس، من دو تا حالت رو اومدم بررسی کردم. یه دونه شما اگه اون کتاب رو ببینید، هم عکس کتابی که براتون فرستادم، اون معادله 20 من با این معادله 20 من دبلیو دات سی دبلیو دات پی و ای دات توی کتاب اومده اینا رو به شکل این ماتریس نوشته، ذرایع به این ستا رو آورده توی ماتریس بزرگ که من این ماتریس رو تشکیل دادم. این آبس جی اینا خودشون هر کدوم این ماتریس هم دیگه که ما هم بودن تو کدام تعریف کرد. حالا من توی ماتریس هم توی بخش توی کدام اومدم یه دونه آی بزرگ تعریف کردم. آی بزرگ کدوم ماتریسه؟ آی بزرگ این ماتریس که داخلش آی سی و بی سی و جی سی و آی آر و اینا رو همه رو داریم که آر برای رزیجوال مود است که قرار نیست کنترل بشن و سی برای کنترل مود است. این دو تا پسوند مختلفی که داریم. بعد حالا من تو حالت اول اومدم فقط فرض کردم که ما میخوایم این معادله رو حل کنیم. خب این ماتریس رو حل بکنیم و WC, WR و ESC رو به دست بیاریم. خب این قسمت دوم که برای فورس اومدن وارد کردم اینجا در نظر نمیگیریم. دو تا شرایط اولیه که ولاسیتی هست نکنید ما من یه توضیح دادم فکر کنم خوب توضیح ندادم دقیقا. W ما از یه سری اتاها تشکیل شده که اتای یک تا اتای هشت میشه جا به جایی. اتای 9 تا اتای 16 که همونجور که الان میبینید الان 9 تا 16 میشه سرعت. تو اینا حالا برای چی هست؟ اینا برای کنترلان. حالا ما یه سری هم برای WR داریم دیگه، یه سری اتاهای رزیجوال داریم که دوباره هشتای سوم میشه جا به جایی که ما شرایط اولی همون جا به جایی نیست با سرعت. دوباره هشتای چهارم که 25 تا 32 میشه سرعت. پس ما دو تا شرط مرزی داریم، یه دو تا شرط اولیه داریم که تو این دو تا سطر رو مادم تعریف کرد. بعد با استفاده از ODE 45 میام اون ماتریس رو حل میکنم و این قسمت دومش هم که برای آن کنترلی که گین اومدیم صفر گذاشتیم. حالا من الان این اگه رام بگیرم این میشه جواب اون که این خط آبی کنترل شده است، خط قرمز کنترل نشد. حالا من یه کار دیگه هم که تلاش کردم بکنم که مثلا قسمت فورس رو هم توی این کد وارد کنم. برای قسمت فورس مدام گفتم که ما فرض کنیم توی اون ماتریسی که داشتیم توی این ماتریس ما ببینو به علاوه یه W وقت به علاوه یه F کنیم، تک تک استیت همون رو بیان با یه دونه فورس جمع بکنم که بشه اجباری، که بشه یه نیروی اجباری داشته باشه توی مثلا. خب برای این کار من اومدم یه همچین چیزی رو اضافه کردم به مثلا که فرض میکنیم یه نیروی سینوس 50 تی که 50 همون فرکانس سینوس اومگا تی در حقیقت، یه سینوس 50 تی به قسمت به 8 سطر اول وارد کردم. دوباره 8 سطر دوم که ولاسیتی 0 8 سطر سوم دوباره یه دونه همون نیروی سینوس 50 تی وارد شد. دوباره سطر آخر یعنی دوباره 8 آخر دوباره 0. دیگه اینجا فکر کنم شرایط اولی هم دیگه احتیاج نداشته باشه. این دست من قسمت بالا رو درست کنم، این هم قسمت بالا، بله این اگه رام بگیرم این شکلی میشه.
اینو اگه رام بگیرن، شما اگه نگاه کنید یه حالت سینوسی، یه حالت سینوسی توی این شکل قرمز رنگ نارنجی رنگ داریم که این اومده تبدیل شده به یک حالت یک نواخت. یعنی اون خط قرمزی که میبینید به شکل موج بزرگه، اون موج بزرگه فرکانس طبیعی سیستمه و این موج های کوچی که توی هر کدوم از اینا هستیم میکنید. ما دون رو داریم، حالا نمیدونم اینجا با این نرم افزار من میتونم نشون بدم. یه لحظه اجازه بدید. آره من اینو نیستم نشون بدم بهتون، نمیدونم رو الان معلوم شد یا نه. ناکنید این کوچیگا الان داره فرکانس اجباری رو نشون میده و حالا یه دونه موج بزرگ رو هم میبینیم که این داره فرکانس آزاد رو نشون میده. فرکانس آزاد کنترل شده، این خط به صورت یک نواخت در اومده، اما فرکانس اجباری کنترل نشده. علتش هم میدونم، علتش به خاطر اینه که ما تو اون قسمت فورسی که وارد کردیم هیچ فیدبکی نداریم و من این هم دنبال اینم که بفهمم که چجوری میتونم تو قسمت فورس هم یه جی یا یه فیدبک وارد بکنم که بتونم قسمت فورسش رو هم کنترل کنم. در حقیقت این قسمت آبی رنگ هم حالا نمیدونم یا باید صفر بشه یا باید اندازه هاشون کوچیک بشن که ما بگیم قسمت فورس رو هم کنترل کردیم. دیگه حالا نمیدونم نکته دیگه ای داشته باشه. یعنی حالا شما اینو بررسی کنید، دوباره فردا ظهر ما که میشه فردا شب شما با هم دیگه صحبت کنیم و زودتر انجامش بدیم که برای چهارشنبه که جلسه دادم شد حل بشه. مرسی، ممنون، فعلا خدا نگهدار.